مرگ تدریجی. دوده اهریمن، اسارت، رهایی از اعتیاد. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و خوشحالم که با یک برنامه دیگه از سری برنامه های رهایی از اعتیاد بخش 19 هم میتونم در خدمت شما عزیزان باشم. اینا همش فیض خداونده که بتونیم با همدیگه در این راستا این موزل بزرگ رو به کمک خداوند ازش آزاد بشیم و رها بشیم. باور بکنید و کلام خدا میگه وقتی که یک نفر نجات پیدا میکنه، یک نفر آزاد میشه، در آسمان شادی است. وقتی که در زمین هم شادی نکنن، به هر حال در آسمان شادی خواهد بود. پیشنهاد میکنم به شما عزیزان این برنامه ها رو به صورت ردیفی 1 2 3 4 مرتب پشت سر هم نگاه بکنید و به دوستانتون اگر در چنین مشکلاتی هستن حتما اونها رو پیشنهاد بکنید. و فکر نکنید که این برنامه فقط به خاطر اعتیاد مواد مخدر هست. قبلا توضیح دادم که اکثر مردم، من باور دارم همه مردم، حالا اگه همه هم نگیم، اکثر مردم دارای اسارت‌های خاص خودشون هستن. متعامل شخص معتاد دیده میشه به چشم، شخص الکلی دیده میشه به خاطر خصوصیات رفتاری اخلاقی، مال خیلی ها که فکری و ذهنی و درونی است شاید دیده نمیشه، اما اسارت ها برای اینه که من و تو رو از بین ببره، ولی خدا اینجاست که تو به منو کمک بکنه. اگه خاطرتون باشه در بخش 18 هم بود که رسیدیم به این مرحله که اگر من گم شدم شخصی هست که میتونه منو پیدا کنه و از اون گم شدگی منو بیاره بیرون. در انجیل متی آیه باب 11 ببخشید آیه 28، متی 11:28 چنین میفرماید: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. دو تا نکته مهم هست اینجا. اولا بیایید نزد من، نمیگه که من همه زحمت کشان رو همینطوری آرامش خواهم داد یا به اونها این آرامی رو خواهم داد. میگه تو باید بیایی، تو باید قدم تو ورداری و بیایی نزد کی؟ من، یعنی عیسی مسیح. بعد اگر زحمتکش هستی، اگر گرانبار هستی، هر باری بر دوش توست، باز میگه من تو را آرامی میدم. این کلمه من در اینجا خیلی اهمیت داره. وقتی میگه من، یعنی تمام قدرت، تمام قوت، هر چی رو که داره میگه من اونو برای تو انجام میدم. حتما تو شما گرانبار هستید، حتما در این اعتیاد و بدبختی شما بار گرانی بر دوشتون هست، شاید موزل دیگه ای در زندگیتون هست، حتما این داره سنگینی میکنه. شما دوست دارید یه نفر بیاد اونو براتون بلند بکنه که یه خورده راحت بشید، درسته؟ چیزی که عیسی مسیح به فریسیان میگفت که بار شریعتی مذهبی میذارید روی دوش مردم، اما حتی نمیخواید با یه انگشت یه خورده کمک بکنید. شما و من زیر بارهای گذاشته شده بر سیستم وجودی ما، بر این شونه های ما، ما رو داره له میکنه، سنگینی میکنه و ما رو داره فشار میاره. مسیح میگه توی گرانبار، هر گرانباری داری، هر زحمتی که دیدی و در هر زحمتی که هستی، قدم بذار جلو، بیا نزد من و من تو را آرامش خواهم داد، من تو را آرام خواهم کرد. ببینید در دنیای زندگی میکنیم که یک خبر ما رو ناآرام میکنه، یک اتفاق میتونه ما رو به تشویش بکشونه. مسیح میگه من آرامش خودم رو به شما میدم، نه چنان که دنیا بهت میده. دنیا میدونی چطور آرامش بهت میده؟ مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، نمیدونم رفتن پیش این پیش اون، فالگیر، انرژی، هزار و یک تا چیزی که هر روزم داره اضافه میشه. خدا میگه که بیا نزد من، من اگر آرامش خودم رو بهت بدم، هیچ کس نمیتونه اونو به تو بده. اسارت های ما میتونن خطای ما بشن و خطای ما میتونه در اصل گناه ما. پس احتیاج به آزادی از اسارت های ما، ببینید احتیاج آزادی از اسارت هامون که میوه گندیده انسانیت کهنه است،
حیاتی و الزامی است. اگر واقعیتش میخواهید خودتون رو بسازید، میخواهید به زندگی برگردید، اگر میخواهید از برگشت زندگیتون نمونه خوبی برای خانوادت باشی، برای اجتماع و افراد دیگه باشی که تو میشناسی یا نمیشناسی، اونا تو رو میشناسن به هر نوعی، لازم هست حیاتی و الزامیز به قول معروف که از این اسارت‌ها آزاد بشی. همونطوری که قبلا خوندم کلام خداوند در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 17 میگه خداوند روحه و جایی که روح خداوند است اونجا آزادی است. جایی که خداوند کنترل میکنه، جایی که اون اسلحه قوت و قدرت خداوند در من هست، در اینجا آزادی است. دقت میکنید؟ اینطوری نیست که من هر جا که برم هر کاری که دوست دارم چون حضور خداوند اونجاست اونجا آزادی است. نه، ولی بله، در جمع وقتی که ما جمع میشیم نام خداوند رو جلال میخوایم بدیم و او میخواد در میان ما بلند کرده بشه، اونجا همه ما که آزاد شدیم در اونجا آزادی وجود داره. ولی چه نوع آزادی؟ چه نوع آزادی؟ باید مواظب باشیم که بدونیم چه نوع آزادی برای ما هست. در غلاطیان فصل 5 آیه 1، غلاطیان فصل 5 آیه 1 چنین میفرماید: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و بار دیگر در یوغ بندگی گرفتار نشوید. یه بار دیگه این آیه رو میخونم چون خیلی زیباست. در غلاطیان فصل 5 آیه 1 میفرماید: به آن آزادی که مسیح ما را آزاد کرد، یعنی مسیح که آزاد کرده تو رو، استوار باش، قائم باش و دوباره در یوغ بندگی گرفتار مشو. چرا میگه در و بار دیگر در یوغ بندگی گرفتار مشو؟ به خاطر اینکه اینطوری نیست که، درست حفاظت خدا اونجا هست، محبت خدا اونجا هست، عشق خدا اونجا هست، ولی اینطوری نیست که منو چون نجات داد دیگه من تموم شد، آقا من نجات یافتم، هر کاری هم که بکنم من نجات یافتم. اتفاقا این آیه رسما داره به من میگه که اگر مواظب نباشی گرفتار میشی و بار دیگر در یوغ بندگی تو گرفتار نشد، چون که اگه گرفتار بشی میری به طرف اسارت و آزادی منو از دست میدی. اونایی که میگن نه آزادیمون از دست نمیدیم، اتفاقا این آیه برعکس اینو میگه، میگه که به اون آزادی تو استوار باش و نرو دنبال بردگیت، چون که اگه بری باز برده میشی. ببینیم که همکاری دو جانبه است، خدا اونجاست، آزادیش اونجاست، قوت و قدرتش اونجاست، اما بر من هست که اونو حفظش بکنم. بعد که ما میگیم فلان شخص لغزش خورد، خب لغزش یعنی از مسیر جدا شدی، افتادی. اینجاست که من باید مواظب باشم عوامل لغزشیمو درک بکنم که چی هستن. و خیلی وقتا مردم فکر میکنن که چون ما حالا ایمان آوردیم به خداوند و داریم فکر خداوند میکنیم، واسه به عنوان مثال امور شدیم، در حالی که اینطوری نیست. اتفاقا خداوند هیچ وقت نمیخواد که ما اینطور باشیم، از صبح تا شب نمیدونم در خلسه باشیم و به بیرون نگاه نکنیم، سرمون فقط پایین باشه، ورد بخونیم و نمیدونم به مردم نگاه نکنیم. اتفاقا نه، اتفاقا خداوند میخواد که من و شما خیلی زندگی نرمالی داشته باشیم، من و شما اتفاقا در میان مردم زندگی کنیم، من و شما هر جایی بریم، اما کجا رو تشخیص بدیم، کسان رو تشخیص بدیم، با گناه اونها شریک نباشیم. مسیح خودش که قدوسه، مسیح خودش که اون ذاتیه که آمده بر روی این زمین در میان گناهکاران بود. اتفاقا شرایع و مذهب اون زمان هم همینو ایراد گرفتن به مسیح که تو چرا با گناهکاران غذا میخوری؟ مسیح میگه پس با کی باید بخورم؟ با شما شریعت گذاران، با شمایی که مردم دوست نیستید، با شمایی که انسان دوست نیستید، نیستید هیچی، بار هم میذارید رو بارهای سنگین مردم. من اومدم دعوت شدم که پیش این گناهکاران باشم، بشارتشون بدم، به این مرد فلج، به اون زن بدکاره، به این مرد بدکاره و و و چیزهای دیگه. امروز هم اتفاقا عیسی مسیح میخواد در محفل معتادین وارد بشه، در محفل این بدبختی وارد بشه و بشینه به تو دو تا کلمه بگه: بیا نزد من تو را آرامی خواهم بخشید. و بستگی داره به تو و به من که چقدر به این سخنان، چقدر به خود عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم. اعتماد به کار خدا در شفا و آزادی از اعتیاد عزیزان اهمیت داره. اعتماد اصولاً آسون نیست. شما من احتمال قوی
ضربه خورده افرادی هستیم که به اونها اعتماد کردیم ولی به نوعی به ما خیانت کردن و این اهمیت داره. ببینید در اعتماد شما به کسی اعتماد میکنید، شخصی معتمد محل هست، اصلا یک شخص، حالا این شخص میخواد مذهبی باشه، سیاسی باشه، پیر باشه، جوان باشه، هر کس، بعد که بهش اعتماد میکنید، مطلبی رو بهش میگید، موضوعی رو بهش میگید، فردا میشنوید موضوعتون رو از دهان شخص دیگر، اعتماد شما سلب میشه، دیگه شما نمیتونید اعتماد بکنید. برای چی؟ به خاطر اینکه دیگه نخواهید تونست تکیه بر آن شخص بکنید. همچنین هست در زندگی ما، اگر اعتماد به کار خدا نکنیم، باید اعتماد کرد. و من به شما عزیزان بگم، اگر در خانوادتون شخص معتادی هست که داره اینها رو میشنوه و میخواد نجات پیدا کنه و میخواد که پاک بشه، میخواد که یک بار برای همیشه بیفته در مسیری که میبایست بیفته، اعتماد به کار خدا در او بکنید، زیرا او رو دارید تشویق میکنید. من میدونم شما خیلی ضربه خوردید، من میدونم شما میگید امکان نداره من به این شخص اعتماد بکنم، حتی اگه نجاتم پیدا کنه ممکنه باز دوباره این کارو بکنه اون کارو بکنه. اشتباه نکنید، شما اگر اعتماد به کار خدا در زندگی شروع شده جدید او بکنید، خداوند او رو، شما رو، روش ها رو عوض خواهد کرد. کار خدا عجیب غریبه، فکر خداوند فکر من و شما که نیست، راه روش او راه روش انسانی که نیست. ما اگر اعتماد بکنیم خدا برکت خواهد داد. همون سوالی که از شمیران پرسیده شد، تو چطور میتونی به این مرد که من باشم اعتماد بکنی و با او ازدواج کنی؟ ایشون گفت به کار خدا در زندگی ایشون، یعنی من، شک ندارم. و طبیعتاً با این گفته خداوند او را برکت داد، از برکت او من برکت گرفتم و امروز به فیض خدا هر دو در این جبهه برای خداوند داریم کاری رو که بتونیم انجام بدیم خواهیم داد، زیرا مدیون خداوندمان عیسی مسیح هستیم. پس اعتماد آسون نیست، همینطوری نمیتونیم ما به یک شخص همینطوری و علکی اعتماد بکنیم مگر اینکه خودش این رو نشون داده باشه. در اشعیا فصل 50 آیه 10، اشعیا فصل 50 آیه 10 چنین می‌فرماید: کیست از شما که از خداوند می‌ترسد و آواز بنده او را می‌شنود؟ کیه؟ سوال می‌کنه. چه کسی هست؟ هر که در ظلمت سالک باشد، هر که در تاریکی سکونت داشته باشد و روشنایی ندارد، ببینید میگه او به اسم یهوه توکل نماید و به خدای خیش اعتماد بکند. خب نمیگه وقتی که تو در چمنزار هستی، در نمیدونم حالتهای خوب هستی، در ثروت هستی، در تندرستی هستی، اعتمادت حتما به خدا باشه. باید داشته باشی، اون رو 100% اتفاقا باید داشته باشی. ولی اگر در ظلمت هستی، در تاریکی هستی، هیچ کس به تو محل نمیذاره، هیچ کس رو نداری، میگه به این خدای واحد قادر مطلق توکل بکن. و توکل میدونی چی عزیزان؟ توکل دقیقا مثل اینه که اگر یک ستون اینجا باشه، من رسما قشنگ راحت بهش تکیه میدم، نمیترسم، میدونم این ستون محکمه، این پای اساس شالوده قوی داره، میدونم با تکیه من هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، پس با اطمینان تکیه میدم بهش. اعتماد اینه، من اعتماد کردم این محکمه، بهش تکیه میدم و خدا میگه که شما به من در اون حالت اعتماد بکنید. گرچه همونطوری که عرض کردم، شما و من باید در روز خوشی هم به او اعتماد بکنیم. یعقوب بعد که شما و من میخوام بریم به یک مسافرت، بگیم که فردا من میرم مسافرت، سالم هستم، بلیتمو گرفتم و میخوام برم، یعقوب میدونی چی میگه در نامش؟ میگه نگو اینطوری من میرم به مسافرت، بگو اگه خدا بخواد من میرم به مسافرت. یعنی میخواد بگه که تو به این خدا اعتماد بکن و ساختار تو در اولویت روحانی خدا قرار بده. میخوام ازدواج کنم، نگو من میخوام ازدواج کنم، خداوندا من میخوام تو در ازدواج من شریک باشی، راهنماییم کن. خداوند من میخوام این تجارت رو شروع کنم، این بیزنس رو شروع کنم، من میخوام دانشگاه برم، من میخوام این کارو بکنم. نگو من میرم،
بگو اگر خدا بخواد میرم. چرا؟ آیا اینو نگی اتفاق نمیفته؟ نه، اتفاق میفته، اما تو داری به خدا میگی که انقدر تو برای من مهمی، انقدر من به تو اعتماد دارم که اولویت رو میدم به تو. تو چی میگی خداوند؟ تو چی میگی؟ مردم خیلی میگن تو چی میگی خداوند؟ آن وقت خداوند میگه آفرین بچه خوب، آفرین پسر، آفرین دختر خوب من، چون که تو منو در اولویت قرار میدی، حالا ببین من چیکار میکنم. اگر در ظلمت باشی من نور تو خواهم شد، و اگر در تاریکی باشی من به تو نور میبخشم. پس اعتماد یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در زندگی خصوصی ما مخصوصا با مردم خواهیم داشت، چون که خیلی وقتا نمیتونیم به اونها اعتماد بکنیم. ممکنه مردم دیگه نتونن به رهبرانشون، به خادمینشون اعتماد بکنن، ممکنه دیگه مردم نتونن به یک کلیسایی که میرن دیگه اعتماد بکنن، به خاطر اینکه اعتمادشون ضربه خورده. مردم ممکنه به رژیم‌ها و حکومت‌هاشون دیگه نتونن اعتماد بکنن، چون ضربه خوردن، چون دروغ‌ها شنیدن و و اتفاقات زیادی افتاده. به چه کسی واقعا میشه اعتماد کرد؟ چه کسی اینجا معتمد هست که بتونیم اعتماد بکنیم؟ و کلام خدا میگه که اونی که با تو میخوابه، اونی که با تو زندگی میکنه، اونی که با توست در این ساختار زندگی، میتونه به تو خیانت بکنه. آدم میترسه، نه؟ پس من به چه کسی واقعا اعتماد بکنم؟ کلام خدا در ارمیا به ما میگه که حتی نمیشه به دوست و برادر، همونطور که عرض کردم، همسر و همسایه غیره اعتماد داشت. ارمیا 9:4، کتاب ارمیا 9:4، هر یک از همسایه خیش با حذر باش، یعنی مواظب باش. به هیچ برادر، به هیچ خواهر اعتماد منمایید، زیرا هر برادر از پا در می آورد و هر همسایه به نمامی گردش می کند، یعنی خبر تو رو می بره این ور اون ور و غیبت تو رو می کنه. پس به چه کسی اعتماد باید کرد؟ چرا ارمیا این رو میگه؟ چون ارمیا در زمان خودش اینها رو دیده، ارمیا در زمان خودش اینها رو شنیده. ارمیا دیگه به جای رسیده که میگه که بابا به برادرت هم نمیتونی توکل کنی، به خواهرت هم نمیتونی توکل کنی، به همسایت هم نمیتونی توکل کنی، چون از همونجا ضربه میخوری. اینجاست که اعتماد قدرت هست، اینجاست که اعتماد یکی از میوه‌های زیبایی است که تو و من میتونیم نشان بدیم. اگر تو و من که معتاد هستیم، فرض کنیم همین حالا من معتادم، ولی تصمیم میگیرم برمیگردم به آن مسیری که باید برم، میرم، قرار میگیرم، برمیگردم مثل پسر گم شده، به خودم باید اعتماد داشته باشم و به همسرم، دخترم، پسرم ثابت بکنم که من مورد اعتماد شما میتونم واقع بشن، و اونها اینو در زندگی من ببینن. اولش نخواهند گفت، اولش سخته، زمان میبره. شما فکر نکنید که حالا برگشتید فوری همه نمیدونم فرش قرمز میندازن زیر پاتون. میدونید چقدر خرابکاری ها کردی؟ یا من کردم؟ یا کرده شده بر من و شما؟ اینطوری نیست. پس من باید ثابت بکنم، من باید انقدر کارهای درست و خوب و تمام جبران بکنم که همسر من دیگه بگه که من به تو اعتماد دارم، من به تو اعتماد دارم. من یادمه که با یکی از برادران عزیز کلیسایی که ایشون هم از زمینه اعتیاد بود و برادرمون ادمون، من اسمشو میگم چون میدونم که ایشون مایل هستن که اسمشو بگم، تازه ایمان آورده بودم. من نوبر از معتاد و اعتیاد در ارومیه بودم و بعد برادر کوچیک من عجیب بود این پسر، در 12 سالگی بشارت داده بود و عزیزان دیگر ایمان آورده بودن به خداوند، و ما می رفتیم با اون گرمای
تازگی اصلا عجیب، خودم اصلا من خودم باور نمی کردم که عوض شدم. چرا اینطوری شده؟ چقدر خیابونا قشنگ شده، چقدر مردم قشنگتر شدن، چقدر همه چیز زیباست، به خاطر اینکه آن زیبایی، دید زیبایی رو خداوند بخشیده بود. و یکی از رهبران کلیسا داشت میرفت مسافرت و برادر عزیزمون ادوارد هم در مسافرت بودن. همین برادر ادوارد هوسپیانمر شبان من بود در کلیسای ارومیه، کلیسایی که من در آن زمان متنفر بودم، هم از برادر ادوارد، هم از تشکیلات، هم از کلیسایی که اونها داشتن. توضیح خواهم داد در شهادت زندگیم. و جالبه وقتی که این برادر داشت میرفت مسافرت با همسر عزیز و گرامیشون، اومد پیش من و اومد پیش من و ادمون کلیدهای خونه شو. حالا ما تازه ایمان آورده بودیم، 3-4 ماهی طول نرفته بودیم جلو. کلیدهای خونه شو داد به من و گفت من میخوام که مسافرت نیستیم، من میخوام که شما برید و سر بکشید به خونه من، اونجا بخوابید تا ما به هر حال برگردیم از مسافرت. گفتم چشم، حتما. و اینا رفتم مسافرت. من و برادر عزیزم به هم دیگه نگاه کردیم، گفتیم عجب اعتمادی. و گفتیم خب دیگه، حالا ما وظیفه داریم، بریم. رفتیم در رو باز کردیم، برادرمونم خدا برکتش داده بود، در رو باز کردیم، تلویزیون اونجا، خب در موقع خودش، فرشا اونجا، وسایل اونجا. و به هم دیگه نگاه کردیم، گفتیم ای بابا، چه کسی بی اصلا میتونست این اعتمادو به تو من داشته باشه؟ همین حالاش هم ما میتونیم همه اینا رو ببریم، این شخص چرا باید به ما اعتماد بکنه؟ کار این رهبر کلیسای ارومیه چنان تأثیری بر هر دوی ما گذاشت، مخصوصا بر من خیلی گذاشت، که با ادمون در رو بستیم، رفتیم روزانه هامون، شروع کردیم پرستش کردن خدا. خدا رو شکر کردیم برای نجاتمون، خدا رو شکر کردیم برای این کار عظیم و بزرگش که یک رهبر کلیسا میتونه به من سابقه دار، به ادمون سابقه دار این اعتماد رو داشته باشه، نه فقط کلیت ها رو بده، بلکه باور داره ما از خونه اون مواظبت خواهیم کرد. ما همه کارم کردیم. چرا اون میبایستی به من اعتماد کنه؟ به خاطر اینکه اعتماد کرده بود بر آن کار خدا. او دیگه میلتن رو دوز نمیدید. او شنیده بود شهادت منو، او میلتن رو دوز نمیدید، بلکه اون انسانیت کهنه رو گذاشته بود از دیدش کنار و اون یک شخص جدید میدید و اعتماد پیدا کرده. و من چقدر افتخار میکردم و برادر من چقدر افتخار کردیم که هوه بابا، ای بابا، این تمام سیستم زندگیشو سپرده به دست ما؟ مگه میشه همچین چیزی؟ ولی میشه. در عیسی مسیح همه چیز امکان دارد عزیزان. پس میبینید که اعتماد چقدر زیباست. اگر شما هم امروز به عزیزانتون اعتماد بکنید، اگر کاری شروع شده و داره میشه اعتماد بکنید، اگر همسرتون داره میره به سازمان نی و کلیسا داره برنامه رو میشنوه، هر طریقی خداوند میتونه کار بکنه عزیزان، از هر طریقی خداوند میتونه از یک حرکتی در خیابون یک پیغامی به من و شما بده، یک اتفاقی میتونه صحبت بکنه. اگر میاد میگه که من تصمیم گرفتم، همینو که داره میگه من تصمیم گرفتم، کمکش کن برای تصمیمش، تشویقش کن برای تصمیمش. نگو که ای بابا ما خیلی از اینا شنیدیم، اینو نگو بهش، بگو جدی؟ کی تصمیم گرفتی؟ همین امروز تصمیم گرفتم. راستش خیلی عالیه، برو براش، من پشت سرت میستم. شروع کن محبتش کن، با آغوشش بگی، یه ببوسش، بگو آفرین برای این تصمیمت. اون وقت این تشویق میشه، علاوه بر اینکه تشویق میشه، میدونه که تو بهش اعتماد کردی و چون تو به او اعتماد کردی، او اعتماد به نفس پیدا میکنه. پس میبینیم که کارهای خداوند که کارهای عجیبیه، اگر ما اونا رو درک بکنیم، میاره اونا رو در زندگیمون به صورت یک معجزه به کار میگیره، یک قوت و یک قدرت. برای همینه که خداوند من به صورت جسم آمد، برای همینه که او نه فقط خداوند میشه، نه فقط دوست میشه، همسر، دوست، همسایه، برادر، خواهر، همه چیز برای ما میشه. من یادم یه روز وعظ میکردم در کلیسا خودمون، یک آقایی اومد گفتش که شما عیسی مسیح رو
این میدونید، اون میگید، اینه. گفتم ببین عیسی مسیح برای ما همه چیزه، همه چیزه. اینایی هم که ما میگیم تازه کم میگیم. او همه چیز ماست، چون که او اگه همه چیز ما نباشه، ما نخواهیم تونست شناخت درست رو از این خدای نادیده داشته باشیم. همونطوری که در برنامه‌های پیشین گفتم، یک قدم اساسی دیگه اینه که ما از خود خدا شناخت داشته باشیم. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 4 میگه اما به وسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم. چطور؟ چون من میتونم به مسیح اعتماد داشته باشم. کسانی که به مسیح اعتماد کردن، در اعتمادشان زندگی کردن. کسانی که اعتماد کردن وقتی که مسیح به اونها گفت برخیز، اعتماد کرد، برخاست. وقتی که بهش گفت چشمان تو باز بشه، چشمان او باز شد. وقتی که گفت ناشنواز و گوشای تو باز بشه، اعتماد کرد، باز شد. با او قوت و قدرتش این رو انجام داد. و طبیعی است که وقتی او این رو انجام میده، من دهانم باز میمونه، ولی فقط نیست که من دهانم باز بمونه، بلکه او روشی رو ایجاد میکنه که من منبعد به این دوست عزیزم مسیح اعتماد پیدا خواهم کرد. چون که هر جا برم او با من خواهد بود. حتی در وادی سایه موت نیز راه روم، در مزمور 23 میگه تو با من خواهی بود. چه اعتمادی داری نسبت به خودت و همسایت، همسرت، وجودت و خدات؟ آیا این اعتماد رو داری؟ اگر شناخت درست از خدا داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که او خدایی است که واقعا میشه به او اعتماد کرد. برای همینه که بعد از نجات و اعتراف و تمام نجات از گناهانمون، روح او میاد در من و تو ساکن میشه، با ما زندگی میکنه. ببینید، من دارم صحبتی میکنم، صحبت روح خدا و صحبت عظمت دارم میکنم، صحبت قدوس دارم میکنم. خدا وقتی که میبینه من با تمام قلب و وجود اعتراف به گناه میکنم، خدا اعتماد میکنه به تو، خدا اعتماد میکنه به من، من و تو یه ظرف خاکی، یعنی شکستنی، از بین رفتنی، بی ارزش، ولی این خدا اعتماد میکنه، روحش را در رابطه، برای رابطه برقرار کردن در وجود تو، در ذهن تو، در فکر تو، در مخصوصا ارتباط فکری تو میذاره. برای چی؟ اعتماد میکنه. خدا خداییست که اعتماد میکنه. حالا اگر من نامردی میکنم، اعتماد نمیکنم، این مشکل، مشکل منه، مشکل خدا نیست. دوست عزیز من، در دقایق آخر این قسمت برنامه هستیم. به چه کسی تا حالا اعتماد کردی؟ بیا فکر کن دیگه، بیا بیاد بیاد. به دوستات اعتماد کردی؟ ضرباشو خوردی؟ مگه نخوردی؟ به همسایه، به همسر، به این اون ممکنه ضرباتی از اعتماد خوردی. به شوهرت اعتماد کردی، اومد همه چیزت فروخت و برد. و به چه کسی اینجا میشه اعتماد کرد؟ همان شوهری که گم شده، همان همسر زنی که گم شده، بچه و دختری که گم شده. بیا تو اعتمادتو بذار بر خداوند. بگو خداوند، من اعتماد دارم به تو، به کار نجات بخش تو. تو میتوانی همسر رفته منو برگردون، تو میتوانی او رو ملزم بسازی دوباره به آغوش خانواده برگردونی. هر چقدر دیر شده باشه عزیزان، این دعا رو اگر در حضور خداوندمون بکنیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که خدا پر از مهر و محبت، با قوت و قدرت خودش حاضر هست که تماما بیاد این خانواده رو اصلاح بکنه. اصلا در خدا این نیست که جدایی بیفته. اصلا امکان نداره خدا خوشحال بشه از طلاق. شما اگر کلام خدا رو بخونید، میگه که من از طلاق متنفرم. کلمه تنفر خیلی کلمه بزرگیه. اگه بگم دوست نداشتم فلان یه چیزیه، ولی وقتی که میگه من از طلاق متنفرم، یعنی هیچ دوست ندارم جدایی به وجود بیاد. برای اینه که عیسی مسیح میگه زن و مرد یک تن میشوند. اگر تو این رو شکوندی، به تنت خیانت کردی، حالا به هر طریقی که شده رفتی افتادی، برگرد. برگرد پیش همسرت، برگرد پیش زن و بچه‌ت، برگرد پیش کسی که تو رو زحمت کشیده، با تو بوده، تحمل کرده، در داری و نداری تو با تو بوده، شریک بوده، در خانه سازی با تو بوده. چرا او را گذاشتی میری؟ به خاطر چی؟ آن اهریمنی که زهرش کنی و من هم مثل تو بودم، بزنم توی وجودم، بزنی توی وجودت که چی بشه؟ نهایتاً تا کجا میخوای بری؟ بیا به خودت و امروز بگو من کی هستم، و امروز
این گمشدگی را در مسیح پیدا کن و امروز اعتراف بکن، بگو من گناهکارم، بیا بر من رحم کن ای خداوند، و خداوند اینجاست که تو رو برافرازه، و خداوند اینجاست که بگه که آفرین، حالا که تو به من اعتماد کردی من هم به تو اعتماد میکنم، این همسر تو دختر منه، این شوهر تو پسر منه، اینها بچه های من هستم، باز برمیگردونم در این اعتماد، میسپارمشون به دستای تو. چقدر زیباست، چقدر عالیست، همسایت به تو اعتماد خواهد کرد، در محل مورد اعتماد واقع قرار خواهی گرفت، و خداوند در بین خانواده تو جلال پیدا خواهد کرد. متبارک، من میخوانم نام چنین خدایی را که قادر هست از ریشه بن شالوده بنیاد برکنه و چیز جدیدی درست کنه، شخصیت جدیدی درست کنه، از توی معتاد، از من بدبخت و بیچاره قدیمی میتونه چیز عالی بسازه در این ظرف خاکی. بیا فکر بکن امشب، این ساعت، این لحظه که داری این برنامه رو نگاه میکنی، خوب فکر بکن و برگرد، بگو من پدر برمیگردم برای جلال اکرام نامتون. با برنامه های ما باشید تا برنامه بعدی، شما رو به فیض خدا خدمت بکنم.